آقای علیجانی، برگردیم به واکنش هایی که از رسانه‌های حکومتی داشتیم و البته سکوت معنادار مقام های جمهوری اسلامی. دیدیم که اصطلاحات و عباراتی که در تیترهای روزنامه ها بود با چه عبارات تندی عنوان شده بود. نظرتون چیه از این سکوت معنادار مقام ها و واکنش های تند رسانه های وابسته به اونها؟ با سلام. این سکوت معنادار خوب ترس از تبعات حقوقیش هست. همون موقع که این فتوا هم صادر شد برای رو دست حکومت مونده بود این رو سعی کردن بگن یک عمل مذهبی سیاسی نیست، دولت دنبال اون نیست و ماجرا رو یه جوری رفع و رجوع بکنه. من هرچند این سوءقصد وحشیانه رو بعد از 30 و چند سال بیشتر عامل سیاست رو دنبالش میبینم ولو با سوء استفاده از فضای مذهبی، اما همونی که رسانه ها رو در ایران دنبال بکنیم میبینیم که کسانی که تایید میکنن عمدتا از زاویه دید مذهبی، حالا بخشی هم سیاسی امنیتی است، تهدید مخالفان، تهدید دولت مردان آمریکا است که ما پاهای این اختاپوسمون و دستهاش تا خاک شما هم دراز هست، این برای ارعاب استفاده میکنن. ولی برای اینکه فهم دقیق تری از مسئله داشته باشیم برگردیم به همون 30 و چند سال پیش. سازمان کنفرانس اسلامی در جلسه‌ای که در همون زمان داشت 50 تا وزیر امور خارجه کشورهای اسلامی درش بودن، سلمان رشدی رو به ارتداد متهم کردن. یعنی فضای جامعه اسلامی در خاورمیانه و کشورهای با اکثریت مسلمان نشین یه فضای هیجانی و غلیانی علیه کسی بود که تصور میکردن به مقدساتشون توهین شده. حالا ما در بازم بخوام با دید سیاسی جامعه شناختی نگاه کنیم، جهان اسلام دوچار یه نوع تأخیر و تأخر فرهنگی در این باب هست. یعنی اکثریت مسلمان ها دستبین توحش نمی زنند، یه اقلیت این کارو میکنن، ولی اکثریت مسلمان ها هنوز به مرحله ای نرسیدن که با آزادی کفرگویی موافق باشن، موافق قانون مجازات با به خاطر توهین به مقدسات هستند. ما حتی در کشورهای غربی مثلا در همین انگلیس شما 30 سال عمرش بیشتر نیست که اون قانون کفرگویی یعنی همین توهین به مقدسات حذف شده. بذار یه خول بازم عقب‌تر برگردیم، 77 سال پیش احمد کسروی با همین حالت وحشیانه خودش و منشیش کشته میشن. احمد کسروی آدم آزاداندیشی بوده، حالا به افکار و اعمالش کار نداریم، ولی هم در حوزه سیاست وقتی به حال کرسی سمت ریاست محکمه ای رو داشت در یه پرونده علیه دربار حکم داد که مورد آزردگی حکومت شد، یعنی یک فردی با چنین خصیصهای فردی بود، و در حوزه اندیشه هم یه سیر طولانی داره، نقادی هایی کرد و همون موقع با یک حمله وحشیانه کارداجین شد. اما در همون حکومت هم عاملان این عمل وحشیانه مجازات نشدند، یعنی نیروهای سنت، علما اومدن پشت ماجرا، دولت هم انعطاف نشون داد و در واقع زیرسبیل در دادن این مسئله رو. حالا اون نقطشین ادامه پیدا کرده، فضای جامعه ما و بخشی از جهان اسلام بیشتر روش کرده، ولی هنوز کسانی که با توهین آزادی کفرگویی موافق به سلام تعیین مجازات براش مخالف هستند در بین مسلمان ها، من فکر می‌کنم در اقلیت هستند. نواندیشان دینی ایران 13 تیر 1398 بیانیه‌ای دادن و گفتن که اساساً این قانون مجازات به خاطر توهین به مقدس رو باید برداشت و این خلاف آزادی های اولی است. ولی فکر نمی کنم این دیدگاه نواندیشان دینی در ایران و حتی جهان اسلام در اکثریت باشه. پس یعنی آیا مقام های جمهوری اسلامی به خاطر شرایطی که درش قرار دارن، مخصوصا مذاکرات احیای برجام، از عواقب موضع گیری هاشون حراس دارن و در واقع به فکر مصلحت اندیشی و عملگرایی هستند؟ اگر اینطوره چطور حامیانشون رو در داخل قانع می کنند؟ بله، اینها خوب یه سیاست اعلامی دارن یه سیاست اعمالی، همچنان بین اینا فاصله است. شاید خود حکومت الان مستقیم نخواد یک دست به همچه کارهایی بزنن. من دیروزم گفتم ما در زندان یه تعبیری داشتیم، ظرفا رو دست جمعی میشستیم، کسی که ظرفا رو با سر و صدا میشست میگفتیم فعال نمایی داره میکنه به طنز. حالا اینا گروگانگیری نمایی میکنن، قتل ترور نمایی میکنن، البته به جز آقای سلمان رشدی که ارعاب ایجاد کنن، ولی در مورد آقای سلمان رشدی با موج محکومیت جهانی مواجه میشن، بنابراین سکوت میکنن. ولی خب اعوان انصارشون همونگون که شما هم در خبرها پخش کردیم و صدا و سیما دایره دنبک دستش گرفته و داره تایید میکنه و هوادارهای خودشون رو و همفکرهای خودشون رو به این شکل قانع میکنن. سپاسگزارم از توضیحات شما. رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی، پاریس.